سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل. تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چجوری توی 5 دقیقه پرو پلیر شاتگان بشین داخل مولتی، که این آموزش 5 دقیقه‌ای شامل به تن تنظیم واسه شاتگان پلیر ها داخل مولتی رو بهتون میگم. دو تا از بتین گان سینتا واسه دو تا از بتین شاتگان بازی هم بهتون قراره بگم و به اضافه چند تا نکته و تحفندی که اگه انجام بدین بهتون قول میدم که شاتگان پلیر خوبی بشین داخل مولتی پلیر و اینکه اونجا واسه تو مفید باشه. فقط دوستان قبل از اینکه بریم سراغ این آموزش 5 دقیقه واسه شاتگان، حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش هم زدن بگیرید. دمتون گرم. خب دوستان، اولین کاری که باید انجام بدیم این که بیاین سراغ تنظیمات مولتی پلیرمون تا بتونیم بهترین تنظیم واسه شاتگان پلیر ها بهتون نشون بدم. البته فقط واسه شاتگان ها نیست، واسه هر گانی این تنظیمات واقعا به درد بخوره و اگه این کار رو انجام بدین بسیار بازیتون بهتر خواهد شد داخل مولتی پلیر. کاری که باید بکنیم اینه که بیاین داخل تنظیمات قسمت بیسیک و دنبال کامرا اف او وی بگردیم که این میزانش هرچی کمتر باشه بازی یکم بهتون نزدیکتر میشه و یکم کنتر میشه سرعت حرکتتون، که اگه دست به این تنظیم رو نزده باشین به صورت پیشفل روی 60 هستش. این کامرا اف او وی که الان قراره بهتون نشون بدم که اگه روی 60 باشه چجوری و اگه تا آخر پرش کنین، که پیشنهاد منم این هستش تا آخر پرش کنین چجوری میشه. خب دوستان، بالاخره بازی استارت شد. الان داخل تنظیمات اپومیون 60 هستش، که اگه دقت کرده باشین صفحه کمتر ما میتونیم ببینیم، انگار نمای روبرون کمتر دیده میشه دوربینش. و تغییر دیگه که اگر روی اپومی 60 باشین دیده میشه اینه که سرعت دویدنتون خیلی پایینه، کلا وقتی راه میرین خیلی شدتش کمتره. و حالا اگه بریم داخل تنظیمات و کامرا اپومی رو ما روی آخرش بزنیم یا روی 90 ببینیم چجوری خواهد شد، هم نمای بیشتری میتونی ببینی و همین که سرعتش بیشتر شده، انگار مثل یوتیوبر که اگه تیمشون بعدشون دیده باشین خیلی سرعتشون بیشتر میشه و سریعتر موول میزنن، مثل ایران گیم و همسال هم که بسیار بازیشون خوب هستش. همطور که دقت میکنیم میبینیم که سرعت دویدنمون خیلی بیشتر شده. از نمای دیگر رو اینجوری نیست و از نمای خودتون اینجوری هستش که سرعتتون بیشتره و این باعث میشه که بازیتون بهتر بشه. تنظیمات بعدی که بهتون پیشنهاد انجام میدی اینه که سنسیویتی سرعتتون رو روی اولویز اسپین بذارین و روی میزان 100 و کامرا اف او وی تا آخرش پرو بکنین روی 90 باشه، که بسیار میتونه خوب باشه داخل مولتی پلیر، که نه تنها واسه گان شاتگان بلکه واسه تمام گان ها این تنظیمات به درد بخوره. حالا به سراغ بهترین شاتگان از نظر من چیا هستن. اولین شاتگان، اگه دوست دارین قدرتی کار کنید و رنج بلند، شاتگان HS رو بهتون پیشنهاد میکنم و همچنین میزان کراسر یا همون هدف هم میتونید با همون تنظیمات داخل کنترلراتون هم درستش کنید، که چند سنه قطعه بهتون نشون دادم چی بود. و اینم اچنوت پیشنهادی من واسه گان HS هستش که امیدوارم براتون خوب باشه. حالا بین سراغ گان کارم، که این گان واسه مپای کوچیکتر مثل شیفمنت و کرش و این چیزا خوبه، که واقعا میتونه این شاتگان شما راضی نگه داره. از همه لحاظ خوبه، ولی که توی فاصله نزدیک بهتر کار میکنه تا اینکه از فاصله دور بخوایم بزنیم مثل گان HS. گان HS بیشتر واسه فاصله دور خوبه، گان کارم واسه بیشتر فاصله نزدیک، چون یکم مثل سیزن گذشته نرف شده این گان کارم. و اینم گان اسمیت پیشنهادی من بودش. درگو دوستان، حتما اون تنظیماتی که بهتون گفتن انجام بدین، تاثیرش خودتون متوجه خواهید شد، مخصوصا واسه مولتی پلیر. این تنظیم واسه بتل هم اگه انجام بدین واقعا تاثیر داره و اینجوری میتونید مثل بروکن موومنت بزنین اگه بشناسینش، که بعدا شاید ویدیوش براتون درست کنم که چجوری مثل بروکن ما موومنت دیم. و اینکه دوستان سنسیویتی هم حرف خیلی مهمی میزنه، ولی چون سنسیویتی هر کس باید یکی خودش باشه، نمیشه من مثلا بهتون بگم این سنسیتی استفاده کنین، ولی اگه دوست داریم که ویدیو سنسیتی واسه تون درست کنه حتما بهم بگین و کامنت کنین واسه. خب دوستان، دمتون گرم که تنگی تماشا کردی، اونم مفید بوده باشه واسه تون این ویدیو. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنین،
و اینکه ویدیوهای دیگه کانال من تماشا کنید. دمتون گرم، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.